این جلسه میخوایم در رابطه با غشای سلول صحبت کنیم و ساختارهایی که توش قرار داره. خب ما تو غشای سلول پروتئین میبینیم. خود پروتئین به دو صورت دیده میشه، پروتئین سراسری. پروتئین سراسری یعنی پروتئینی که هر دو سمت غشا، یعنی این سمت خارجیش با این سمت داخلیش، به طور سراسری قرار گرفت، یعنی کلش رو پوشش داده. این هم یک پروتئین سراسری دیگه هستش اینجا. این پروتئین سراسری ببینید وسطش منفذه، یک منفذی قرار گرفته، پس این توی جا به جایی نقش داره. کلن یادتون باشه پروتئین هایی که توی جا به جایی نقش دارن سراسری، یعنی پروتئینی که سراسری نیست توی جا به جایی نقشی نداره، ولی هر پروتئین سراسری تو جا به جایی نقشی نداره. این حواستون باشه، هر پروتئینی که تو جا به جایی نقش داره سراسریه، ولی هر پروتئینی که سراسریه لزوما توی جا به جایی نقشی نداره. مثل این پروتئین سراسریه ولی تو جا به جایی نقش نداره. می نویسم جا به جایی نوع، یعنی تو جا به جایی نقشی نداره. خب دیدیم پروتئین ها میتونن به صورت سراسری باشن یا به صورت سطحی. این پروتئین سطحی هستش. پروتئین سطحی یعنی فقط تو یک سمت غشا قرار گرفته، مثلا تو قسمتی از غشا قرار گرفته که به درون سلول نزدیکه. یا اگه یه پروتئین سطحی اینجا بود این مدلی، خب این پروتئین سطحی تو قسمتی از غشا قرار گرفته که به بیرون سلول نزدیکه. این پروتئین های سطحی نقشه متفاوتی میتونن داشته باشن، مثل گیرنده آنتیژن و اینا، که حالا اینا رو فعلا کامل نخوندیم، در رابطه صحبت نمی کنه. پروتئین ها از مولکول های زیستی بودن. خب مولکول بعدی که میتونید ببینید کربوهیدراته. کربوهیدرات به سه صورت میتونه تو سلول دیده بشه: متصل به فسفولیپید، با پی ال نشون میدم فسفولیپید، متصل به پروتئین سراسری، با پی اس نشون میدم پروتئین سراسری، مثل این پروتئین سراسریه که این کربوهیدرات بهش متصله. متصل به پروتئین سطحی، با پی تی نشون میدم پروتئین سطحی. حالا اینجا تو شکل کتاب نیورده، ولی تو منابع علمی که من دیدم کربوهیدرات میتونه پروتئین سطحی هم متصل باشه. کربوهیدرات فقط در خارج غشا دیده میشه یعنی اینجا میبینید که تو سمت بیرونی یا خارج غشا این کربوهیدرات ها رو ما داریم، تو سمت داخلش نداریم. کربوهیدرات هم از مولکولای زیستی بود. اینا فسفولیپید ها هستن که اینجا میبینید اینا سرای فسفولیپیده، اینا دومای فسفولیپیده. اینجا میبینید این کربوهیدرات به فسفولیپید، یعنی به سر فسفولیپید اتصال داره، ولی این کربوهیدرات به یک پروتئین اتصال داره. مولکول بعدی که میخوایم در رابطه صحبت کنیم کلسترول هستش، که کلسترول توی دو سمت غشا دیده میشه، یعنی سمتی از غشا که توی درون قرار داره و سمتی از غشا که به سمت بیرون قرار داره. این کلسترولیه که به سمت بیرون قرار داره، این کلسترولیه که به سمت درون قرار داره. کلسترول ها میدید به حالت قرینه نیستن، یعنی لزوما بالای این کلسترول یه کلسترول دیگه قرار نداره. دیگه عرض خدمتتون کلسترول هم که میبینید این تو قسمت های آبگوریز غشا قرار داره، چون دو مای فسفولیپید آبگوریزن، کلسترول هم آبگوریزه و آبگوریز رو دوست داره. پس این شد در سمت آبگوریز قرار داره. فسفولیپید سرش دیدیم، آبدوس دومش دیدیم، آبگوریزه. ببینید پروتئین های سراسری که توی جا به جایی نقش دارن به دو صورت دیده میشن.
کانال یا پمپ. پس پروتئین هایی که سراسری هستند و در جابجایی نقشان به دو صورت دیده میشن، کانال و پمپ. کانال انرژی مصرف نمیکنه برای انتقال ماده، ولی پمپ انرژی مصرف میکنه. اینم از این مورد. دیگر شاید که مثلا اون آنزیم ATP ساز هم یک پروتئین سراسریه که حالا اینو ما توی 12 بیشتر باش آشنا میشیم. و به عنوان آخرین نکته، ها مولکول های زیستی دیدیم که کربوهیدرات ها، لیپید ها، پروتئین ها و نوکلیک اسید ها بودن. ما از این 4 نوع مولکول های زیستی، کربوهیدرات ها، پروتئین ها و لیپید ها رو داریم توی قشای سلول میبینیم که خود لیپید ها شامل تریگلیسیرید، کلسترول و فسفولیپید بودن که ما کلسترول و فسفولیپید رو توی قشا میبینیم.